در ادامه برنامه امشب همکارم سحر صامت در ارتباط با اخراج یک پناهجوی 73 ساله افغانی از سوئد در کنفرانسی که توسط سازمان کبیبه زنان پلها رو می‌سازند، یک کنفرانسی برگزار شده بود که سحر صامت در این کنفرانس مصاحبه ای رو انجام داده و این گزارش تصویری رو برای ما ارسال کرده. با سپاس فراوان از سحر صامت توجهتون رو به این گزارش جلب می‌کنم. جنگ و عدم امنیت جانی سال هاست که شهروندان افغانستان را مجبور کرده که به کشورهای همسایه و حتی به کشورهای اروپایی پناه ببرند. اما پس از روی کار آمدن دولت انتقالی افغانستان، به خصوص پس از امضای تفاهم نامه های دو جانبه بین سران دولت افغانستان و سران دولت های غربی، در سالهای 2013 و 2015 چالش اخراج های اجباری بر زندگی پناهجویان در غرب اضافه شد. این بار اداره مهاجرت سویدن 3 جواب منفی مبنی بر اخذ اقامت و حتی نامه ترک خاک یک بانوی 73 ساله افغانستانی را برایش ارسال کرده. این در حالی است که این بانوی 73 ساله افغانستانی از نظر سلامت در وضعیت نامناسب به سر می‌برد. سازمان کبیبه و یا زنها پل می سازند امروز شنبه 17 ماه مارس سال 2018 در منطقه محرم نعمت خرمی بانون 73 ساله افغانستانی که جواب منفی از طرف اداره مهاجرت اخذ کرده و نامه اخراجش و افغانستان هم از طرف اداره مهاجرت صادر شده که میگرفونس برکتوین خیکا بورت هنر تیلر land som brinner i krig och oroligheter. Så därför vi är här att höja hennes röst också och prata om kvinnors rättigheter och även asylsökande kvinnors rättigheter. Vi planerade under kort tid, men jag är tacksam för alla som är här. Organisationens vice ordförande och även hon är aktiv i partiet, feminismen. Så doktorn kommer och pratar om asylsökande kvinnors situation här i Sverige. Varsågod doktorn Jahangiri. Bra. Hej allihopa. Jag tänkte först jag vill prata kort på svenska. Sen har jag tänkt mig tanken att vi har många som pratar persiska och därligt. Då kan jag köra på persiska. Är det okej? Mitt namn är doktorn Jahangiri. Jag vill först tacka vår ordförande för det. Jag är ett siasatmador där i Kishvan. Jag namnade namnade parlamen i Hesb Feministasen. Och vi där i Hesb beskedet där vi talas med honom. Att vi massade och stödade zanan och zanan kharaji och begonsade där vaga dolar presunim. Och omgivar vi där septam, att intekabat parlamen har. Vi har där parlamen Europa namnade där. Men omgivar vi där septam betonim varde parlamen beskim. به خاطر اینکه ما فکر میکنیم زنانی که ما داریم نه تنها زنان قوی هستن بلکه صدای قوی هم دارن، ولی به خاطر مسائل و مشکلاتی که در اینجا پیش اومده صدای این زنان به گوش دولت سوئد یا نمیرسه یا اگر هم میرسه کاری براش انجام نمیده. مسئله مهاجرت رو همه ما که اینجا هستیم به خوبی میدونیم. رفتن و آمدن به اداره مهاجرت، ترجمه، مترجم، وکیل. و حالا شما فکر کنید یک انسانی که به هر حال جوان سالمه میخواد این کارو بکنه، خودش میگه ما خسته شدم. و الان توی این مسئله ما یک خانومی داریم که 74 سالشه و یک 74 ساله معمولی هم نیست. من با وکیل محرم خانم صحبت کردم، من با اجازه دخترش دارم این صحبت ها رو میکنم. وکیل ایشون اعلام کردن که خانم محرم طبق نامه پزشک، پزشک متخصص که نامه رو نوشته، در واقع بهش میگن یک دچار فراموشی ناقص، یعنی فراموشی کامل ندارم ولی فراموشی ناقص دارم. این یه مسئله خیلی مهمیه که یک انسانی که تنها پناهی داره، تنها کسی که میتونه بهش کمک کنه، تنها کسی که میشناسش دخترش هست و دخترش گفته به اداره مهاجرت که من میتونم از مادرم مراقبت کنم، رو داره از این دختر جدا میکنه، از این محیط امن جدا میکنه و میخواد به کشور بفرسته که هیچ کدوم از سیاستمداران این کشور
حاضر نیستم به این کشور حتی برای دیدار برم، حتی برای ملاقات برم. یعنی وزارت امور خارجه سوئد نامه‌ای داره که در سایتش نوشته شده که ما هیچ شهروند سوئدی خودمون رو بهشان توصیه نمی کنیم که برن افغانستان. اگر شهروندان سوئد در افغانستان امن نیستن، چجوری خود شهروندهای افغان در افغانستان امنن؟ در کشوری که در پایتخت این کشور شما خودتان میدارین هر هفته جایی یک بمب منفجر میشه و الان این آخرین اتفاقی که در افغانستان افتاد اتفاق کوچکی نبود. در یک هتل بین المللی این کشور در پایتخت کشور نه تنها طالبان حمله کردن و بمبی منفجر شد، بلکه 8 ساعت طول کشید که خود دولت اقدام کنه برای کمک. و کسانی که کشته شدن فقط اتباع افغان نبودن، کسانی که کشته شدن اتباع خارجی بودن که به دلایل مختلف در افغانستان رفته بودن. در کنار خانم زیایی هستیم، فرشتادهی، رئیس سازمان کببه. تشکر میکنم از شما به خاطر مرموزی که برای امروز داشتین. سوالی داشتم از شما خانم بگم، به نظر شما در این ماجرا چرا چنین برخورد با بانوهای پناهجو به خصوص خانم چنین وضعیت قرار دارد؟ در قدم اول سلام ها و تبریکات نیک خدا بر شما و بر تمام بینندگان تقدیم میکنم. من فرشته زیایی هستم، مسئول ارگانیزیشن کوین و بیگر گروه و بلد مخففش میشه که بیبی و معنیش است که زنها پل میسازن و فعالیت های ما بیشتر علیه راسیسم است، علیه تبعیض است و بخاطر برابری حقوق زن و مرد است. و در جواب سوال شما، چون فعلا سیاست ها به همین شکل پیش میره، سیاست ها طور است که باید مهاجرین زیاد پذیرفته نشه و مردم زیاد به خاطر از این مسئله تلاش میکنن، بالای حزب ها فشار میارن که ما دیگه مهاجرین زیاد نمیخوایم. و متاسفانه گروپای ناسیونالیست یا نجات پرست هر روز در اروپا بیشتر و بیشتر و قویتر و قویتر میشن و این در وضعیت پناهجویا و مهاجرین خیلی تاثیرات منفی گذاشته. و رای حل از این می است که مردم بر علیه گروپ های مهاجر ستیز باید بیشتر بسیج شوند، بیشتر فعال شوند و به همون شکل که مهاجر ستیز ها بالای احزاب فشار آوردن، اونایی که طرفدار اقامه گرفتن مهاجرین هستن اینا هم فشار بیارن برای احزاب. نقش دولت افغانستان در این زمینه شما چگونه ارزیابی میکنید؟ دولت افغانستان من فکر نمی کنم نفوذ تاثیر زیاده بر دولت های اروپایی داشته باشه، چون دولت افغانستان برای اینکه یک دولت ضعیف است در قسمت روابط دیپلماتیک خود با کشورهای اروپایی زیاد موفق نبوده. ولی از اینکه خب هر دولت نمیگه که بله ما در بخش پذیرفتن پناهنده و برگشتنشان ما موفق هستیم، میتونیم یا نمیتونیم، متاسفانه اصلا ناموفق هستیم. به همین خاطرم زیاد تاثیر نداره. یعنی اینا اگر پناهنده رو روان کنن خب مشخص است که دولت افغانستان هیچ گونه کمک بر از اونا نمیکنن. ولی ایرا صادقانه هیچ وقت دولت افغانستان نگفتن و اتحادیه اروپا هم نگفته به سازمان های دیگه که شما این پناهنده رو روان نکنین، چون ما توانایی پذیرایی یا به وجود آوردن امکانات برشان نداریم. و چون اینا کمک میگیرن، چون به کمک های اقتصادی غرب نیازمند هستن، پس هر سیاست را که غرب بر از او بخواهد تحمیل کنند اونا هم سیاست را میپذیرند. شما امروز احتمالا تماس گرفتین با رسانه های سوئدی، رسانه هایی که در شهر گوتنبورگ هستند و در باره کنفرانس حتما برشان اطلاع رسانی کردین. چه عکس العمل داشتن رسانه های شهر گوتنبورگ و خبر یا پیامی که شما برشان ارسال کردین؟ متاسفانه همیشان سکوت کردن و ما امروز به ژورنالیست‌ها و خبرنگارای خیلی زیادی جمعی داشتیم، همه گیشان میدلنده یا پیام ها را گفته بودن و هیچ جواب بر ما روان نکردن. منطقه همیشه این سیستم به همین شکل بوده که اگر دفعه اول ما تجمع میکنیم نمیاین،
ما باز دوباره دعوت شان میکنیم دوباره و باید این مسئله به حد بزرگ ساخته شود که ژورنالیست ها مجبور شود که بیاین و اخبار منتشر بسازند. سوال داشتم از احزاب پرقدرت رسیدن که فعلا تصمیمات بسیار جدی را اونا در پارلمان برای پناهجویان میگیرن. آیا شما تماس گرفتین امرایشان و در جریان گذاشتین اونا را؟ ما با چندین وکیل که فعلا در پارلمان سویدن وکیل هستند، هم از حزب ونستر پارتی هم از حزب سوسیال دموکرات ها با اینا صحبت کردم و البته با حزب مدراتا میخواستم تماس بگیرم، متاسفانه تماس ما برقرار نشد و من این سوال ازشان پرسیدم. خب جواب کنا بر ما میتن با جواب که در سیاست های خود پیش میبرن اردویشان زیاد مشابه نیستن. مثلا ونستر پارتی زیادتر کوشش میکنه از پناهنده حمایت بکنه و کارهای در زمینه کرده، ولی حزبای بزرگ دیگه اینا یا سکوت میکنن یا سیاست های پناهنده رد پناهنده اینا حمایت میکنن که نمیخواین. چون برای ما اگر در نظر بگیریم این پرونده خاص است، نظر به سن و سال که این خانم پناهجو دارن و نظر به بیماری هایی که دارن، آیا باز هم واکنش شما از طرف شان واکنش مثبت دریافت نکرده؟ هنوز مسئله این خانم خیلی بزرگ نشده، هنوز تمام احزاب از این مسئله در جریان نیستن آنگونه که باید در جریان باشن. باید در میدیا بسیار به یک شکل گسترده رسانده شوه، باید درباره از این تبصره شوه، باید سوسیال میدیا یا تمام ارتباطات اجتماعی باید در رابطه موضوع قرار بگیره. به همین خاطر رسم همی سیستم کار سیاست مدارایی هسته تا که یک موضوع کلان نشه زیاد در او علاقه نمیگیرن. باید که این مسئله این وقتی که هر روز در سرکا باشیم، تظاهرات بکنیم، مردم جمع شوند، اعتراضات خود را زیاد بسازن، او وقت است که فشار برای احزاب میه و او وقت است که فکر خود را بیان میکنن. در حال حاضر همیشون فقط سکوت میکنن. ممنون شما. تشکر. در کنار خانم جهانگی هستیم. سلام و خسته نباشید. سلام. با شما سلام. و خوش آمدید میگم که از راه دور تشریف آوردید. خانم جهانگیری، به نظر شما زنان با چه چالشایی روبرو میشن؟ با چه مشکلاتی روبرو میشن زمانی که به یک کشور دیگر پناه میبرن و مهاجرت میکنن؟ اولین مسئله که زنان در واقع وارد میشن اینه که متاسفانه به علت اینکه اداره مهاجرت خیلی در مورد حق و حقوق زنان اینجا صحبت نمیکنه، مشکل اساسی اینه که زنان نمیدونن دقیقا حقشون چیه. چون قاعدتا وقتی وارد سوئد میشن اینجور فکر میکنن خب این یک کشور دموکراته، یک کشوری که فمینیست خودشو اعلام کرده، گفته ما به حقوق زنان میرسیم و رعایت میکنیم حقوقشون، ولی وقتی میان طول میکشه، خیلی زمان میبره که سری از حقوق از حقوق خودشون اطلاعات داشته باشن. و من فکر میکنم بزرگترین مشکلی که اداره مهاجرت در واقع باش روبروی اینه که این حجم زنانه که میان با گروه های با سنهای مختلف از کشورهای مختلف رو به صورت یک گروه کامل میبینه که اینا همشون یک مهاجر گروه مهاجرن. یعنی زن بودن اینها میشه مرحله بعدی، در صورتی که زن بودن اینها به خاطر مشکلاتی که بستگی به همین زن بودنشون داره در اولویت قرار نمیگیره. من فکر میکنم این یه مسئله مهمی که در اداره مهاجرت واقعا کوتاهی داره در مورد خانم ها میشه. چقدر حزب شما داره روی این موضوع کار میکنه؟ حزب زنان در سویدن یا فمینیست ها؟ ببینید در حزب ما که من در اون حزب در واقع نامزد انتخابات پارلمان هستم، یکی از مسائلی که اصلا این حزب اصلا علت تاریخچه‌ای که این حزب به وجود اومد این بود که خیلی از زنانی که حزب ما من 10 سال پیش درست کردن گفتن که ما در هر حزبی که در سوئد شروع میکنیم به فعالیت برای حقوق زنان به ما میگن نداره فعالیت کنی، یک گروه کوچیک برای ما درست میکنن و میگن این قسمت برای سوالات زنانه، ولی ما بهشون هی میگیم سوالهای ما در مورد همه زمینه ها باید صحبت بشه. ما اگر حتی در مورد محیط زیست صحبت میکنیم باید مسئله زن مطرح بشه، چون زنی که مثلا در آفریقا در کشور آفریقایی بعد از صبح بره تا شب وقتش گرفته میشه برای آوردن فقط آب و دیگه نمیتونه بره مدرسه، نمیتونه درس بخونه، پس در نتیجه در محیط زیست هم باید سوالش در مورد که زن چه نقشی داره
و چه ظلم های بهش میشه مطرح بشه و باعث شد این باعث شد که گفتم ما یک حزب درست میکنیم که نه تنها به سوالات زنان به عنوان زن بودن بلکه به سوالات قبل از اینکه ما زن باشیم قبل از اینکه مادر باشیم دختر باشیم خواهر باشیم ما در واقع انسانیم به عنوان یک انسان که حق برابر داره نگاه بشه. امروز کنفرانسی که بود مربوط به یک بانوی 73-74 ساله افغانستانی بود که حکم اخراجش آمده. به نظر شما نقش و جای زنان سالمند را در بحث اداره مهاجرت شما چگونه ارزیابی میکنید؟ من با وکیل این خانم صحبت کردم، یک صحبت خیلی طولانی، آقای اوزن. ایشون فرمودن که خود من به عنوان وکیل این خانم در شکم. این خانم 74 سالشه. دو پزشک متخصص نامه داده که من به خاطر با توجه به شغلم با توجه به آزمایشایی که این خانم انجام دادن این خانم بهش میگن هالدمن، یعنی تقریبا دچار فراموشی ناقصن، یعنی دقیقاً این خانم نمیدونه الان در چه شرایطی واقع شدن. حالا این انسان رو هیچ کسی رو در واقع در افغانستان نداره، یعنی تمام اقوام نزدیکش یا رفتن یا فوت کردن. میخوام بفرستم به کشوری که غیر از اینکه فقط جنگه این مشکل رو داره که این خانم اصلا امنیتی در اونجا نداره، نه در خود جامعه و نه در زندگی خصوصیش، برای کسی نیست که از این خانم بخواد نگهداری کنه. و مشکل اساسی که ما در مسئله اداره مهاجرت داریم اینه که نه تنها به زنان و سوال زنان نمیرسه، بلکه نمونه خانم معرب خیلی زیاده که نمیاد به زنان سالمند، یعنی سن زنان رو نمیاد نگاه کنه که این خانم 74 ساله در خود همین سوئد هم احتیاج به خیلی از کمک‌ها داره. دولت سویدن که خب خودش یک دولت خیلی فمینیستی میدانه و بر جهان همچین چهره‌ای را داره نشان میده از خودش، آیا این موضوع فمینیستی بودن و امتیازهای فمینیستی یک جامعه مربوط به زنان فقط خود کشور سویدن بشه یا به تمام زنان جهان تعلق میگیره؟ اولا که مسئله فمینیست، لغت فمینیست رو ما باید توضیح بدیم. با فمینیست بودن ما منظورمون اینه که زن و مرد باید حقوقشان برابر باشه. ما تو جامعه زندگی کنیم که قدرت بالانسش رو از دست بده، توی جامعه جامعه مریضه. گاندی یک حرف زیبایی میزنه، میگه اگه میخوای ببینی حال مردم کشور چطوره، برو حال زنان اون کشور رو بپرس. در سوئد ما خیلی قوانین خوبی داریم در مورد حقوق زنان، خشونت بر علیه زنان چه کارهایی میشه کرد. ولی من و خود دولت که میگه ما دولت فمینیستی هستیم، حقوق زنان در همه مسائل باید رعایت بشه. من نظری که دارم به عنوان سیاستمدار، به عنوان مددکار، به عنوان کسی که دارم این کار در رابطه با خشونت خانوادگی رو آموزش میدم، چیزهایی که روی کاغذ هست خیلی خوب نوشته شده و واقعا باید ما تشکر کنیم از تمام کسایی که اینها رو قانون تبدیل به قانون کردن در سوئد. ولی چیزی که روی کاغذ هست درد من، درد شما به عنوان زن و درد این محرم رو دوا نمی‌کنه. پلیتیک و سیاست باید از روی کاغذ بیاد به عمل و اگر عمل نشه نتیجهش محرم میشه. و من فکر میکنم بزرگترین مسئله ای که جامعه سوئد باید آگاه باشه اینه که دولت سوئد خودش رو دولت فمینیستی میداند، بله دقیقا میداند و روی کاغذ میداند، ولی در واقعیت در عمل که ما داریم به عنوان مددکار، به عنوان روانشناس، به عنوان وکیل خانم محرم میبینیم، هیچ مسئله فمینیستی ما نمیبینیم. و من چیزی که برای من خیلی مهمه میخوام بگم، اگر در ایران ناعدالتی میشه در رابطه با حقوق زنان افغان، مردم افغان که همه ما میدانیم، و این ناعدالتی در مورد زنان ایرانی هم میشه، ولی ما الان در کشور اومدیم که یه سری حقوقی که داره رعایت میشه در رابطه با زنان خود سوئدیه. و وقتی به محض که این زن میشه یک زن مهاجر، ما میگیم گروه هایی که مارگینالیزه ایرادن، یعنی گروه هایی که صدای قوی تر قوی ندارن، این حقوق میاد چی میشه؟ تمام میشه. راهکارها رو شما چگونه عرضه میکنیم؟ مهمترین مسئله راهکاری که ما داریم اینه که من فکر میکنم بزرگترین کاری که ما بخوایم بکنیم برای که تغییر ایجاد بدیم توی سیستمی که در واقع داره ما رو توش خفه میکنه، ما به قول معروف میگیم در ایران دیگه تکلیف ما با دولت ایران مشخصه، در سوئد دارن به قول معروف با پنبه سر ما رو میبرن. بهترین و مثلا مهمترین قضیه اینه که تک تک ما یک وظیفه داریم. اینجوری فکر نکنیم که حالا من کارم گذشت تمام شد، به بغل دستت هم نگاه کن. تک تک ما باید بتونیم صدای خودمون رو به گوشه دولت برسونیم و این فکر رو بکنیم همیشه، به جای اینکه بپرسیم جامعه چی کاری داره برای ما میکنه، ما چی کار برای جامعه میکنیم. اداره مهاجرت یک اداره ترکیبی از یک عده انسان که دارن توش کار میکنن.
اونا قدرت آنچنانی ندارن، قدرت رو دولت تعیین میکنه که تو الان چند نفر رو اقامت بده، به کی بده، به کی نده. ما اگر بخوایم در واقع از سیستم وارد سیستم سوئد بشیم، این سیستمی که در واقع داره ما رو صدای ما رو خفه میکنه رو به قول معروف بیایم و قدرت به خودمان بدیم، اینه که اول از همه در سازمان ها، در حزب های مختلف که میدونیم این حزب های حزب هایی هستن که به سوالات ما جواب میدن، فعال بشیم و اینو فکر نکنیم که خب ما اقامت نداریم، ما وقت نداریم، ما زبان بلد نیستیم. ما میتونیم به همدیگه کمک کنیم. ما الان تعداد زیاد از خانمان که اینجا بودن بهشون گفتیم اگر سوئدی بلد نیستیم به فارسی بنویسیم یا اصلا ما برای شما مینویسیم، ولی خودت بیا زیرش امضا کن، چون هر انسانی این حق رو باید داشته باشه که خودش صدای خودش رو بیاره بالا. این خیلی مهمه. سپاسگزار از شما خانم دکتر جهانگیری، مددکار و همچنان نامزد پارلمان سوئد از طرف حزب فمینیستان. خواهش میکنم. خیلی ممنون. در کنار لیلا مجان مادرش هستیم. لیلا مجان میشه کم در باره وضعیت جسمی و روحی مادر برای این ما سلام خدمت شنوانده های احترام شما باکران. یکی میخوایم بگویم که مادرم وقتی اینجا آمده بسیدن دو چارده جور وضعیت روحی ایش کمی چیز بود، ولی سالم بودن تقریبا. و 2016 بعد از اینکه جواب رد از طرفی داره مزیرات گرفتن و دوست کدن لای چیز سرشان آمد سکته مغزی کدن که نیمی بدن شد طرف چپ شان فرد شد. و بعد از اینکه عملیات شدن و چشنم تقریبا 50% دوباره تانستن که کمی شروع بکن، ولی چیز روحی و جسمی شردویش 50%. چقدر اداره مهاجرت به این موضوع توجه کرد که مادر همچین مشکل فیزیکی میبارد شده؟ اصلا هیچ توجهی صورت نگرفته. بعد از اینکه مادرم نمی امرسل شما آمد نزید شد و دوباره تقاضایی که به نام فرکس ترکت به این در میگرد و تقاضای شکایت دوباره کردیم و تمام چیز دکتر تصدیق دکتر و چیزایی که داشتن همه گیشه روان کردیم برشان از شفاخانه خودشان که سال کردیم شفاخانه مشهور هم هست. از همین تمام تصدیق دکتر چیزا رو روان کردیم که اینا با اینه که یک مشکل عملیات شدن با دکتر هم نوشته کردن که ویست و خطر یزی جور داره که انده های دیده بعدی هم بیاریم. با وقتی که ما ایره چیز کردیم ما کردیم منتظر یزی بودم که حتما برای مجرد رو توجه کنیم، ولی متاسفانه غیر از اینکه توجه نکردیم. از 2016 نوامبر تا دسامبر 2017 یک سال طول کشید تا که اینو جواب را و که منافع خانم چقدر شده در این زمینه فعال بودن پاکستان مایده اداره مهاجرت و خودشان جلب کنند و توجه دادگاه اداره مهاجرت متاسفانه وقتی که اینو جواب سیوم از دادگاه کلانی گرفتن جواب رد آمد، بعد از این دیگه هیچ کدام وکیلی رسمی نداشت و ما خودمان وقتی که بعد از این آمده شد فکر کردم که ما یک سند قوی داریم که اینا در اینجا مریض شد، در شفاخانه خودشان عملیات شد، حالت روحی مسیحی چیزی اسمش رقم است، یعنی دلیل قوی دیگه ضرورت نیست. به اون خاطر ما وکیل شخصی دیگه نگرفتم در این دمیجوری، ولی بعد از اینکه بعد از یک سال دسامبر 2017 جواب رد دوباره آمد، بعد از اون ما دوباره وکیلی گرفتم شخصی خودم پرداخت کردم و آلی وکیل شکایت کردن که آلی برازه شما چقدر امید هست برای مادر در سیده؟ من هیچ چیزی گفتن نمیتونم به خاطر اینکه قرار که من میبینم قانونی داره مهاجرت و هر کس یک سال نیستن. مادرم با این وضعیت جسمی روحی که داره و شرایط بدی که هیچ فرزندی در افغانستان نداره، هیچ فامیلی نداره، از تمام فامیلش فقط من یک دونه فرزندش مونده. به اون خاطر وقتی من میبینم هیچ توجهی به اینا نکرده، ولی من همزمان میبینم که تنهایی هم هستن که مثبت میگیرن، ولی من میخوام همیشه سوال از اونا بکنم اگر دو تا امکاناتش باشه که اینا از روی کدام قانون فیصله میکنن. در خواست شما از فعالین حقوق پناهجویان از احزابی که در سیدن در پارلمان قدرت دارن و سازمان هایی که حمایت میکنن از پناهجویان چی است؟ درخواست من این است که اولش در وضعیت جسمی و روحی مادر توجه بکنن، مثلا ببینن که این انسان
که ماده آمده اینجا به خاطر از این نیکی در اروپا باشه، به خاطر خوشگذرانی یا وقت خوب زندگی خوب، این مجبور بود وقتی که هیچ کسش در افغانستان نمود، مجبور پیش آخرین اولادش ماده. ما میخوایم که این توجه کنیم به خاطر که وقتی که در اروپا قانونی هست به نام حقوق بشر، حقوق انسانی، باید این قانون از این قانون چیز کار گرفته میشه، باید در هر فیصله چیزی قانون حقوق انسانی باشه، خصوصا حقوق زن که بسته تمام اروپا به حساب حقوق زن ده میگره خوست ورکت پار ترامپت کومین ما مست رته هیتر کومین رته هیتر سامین کبین نه یا ایرین کبین نه یا دکتات خا نرمان بوریس وریا کبین نوربان هار ایفوش تهان رته هیتر من دوم Men jag ser att de trampade på den. Ingen som säger att vi har rättigheter här i Sverige. Jag vill ha ett rättvis beslut för min mamma. Jag behöver min mamma och mamma behöver mig. Hon är sjuk och Sverige i hela Europa visar att vi är en demokratiland som har alla har rättigheter. Särskilt kvinnor. Men jag ser ingenting på min mammas fall. Jag vill ha en rättvis beslut från Migrationsverket. Tack. Jag vill bara säga så. Vi från Feministiskt initiativ, vi kommer inte att acceptera detta beslutet. Vi kommer att hjälpa Muharram och många andra personer i landet. Vi ska inte glömma bort. Vi har flera ensamkommande ungdomar som just nu riskerar att utvisas eller har blivit utvisade. Kommer vi i makten 2018, september, där en av våra viktigaste frågor ska vara migration. Detta som pågår i Sverige, det är inte en värdig migrationslag som de håller på, den regel som de har. De har sjunkit, de har glömt att bakom de siffrorna, bakom de regler, bakom de lagen, det sitter människor på kött och blod som lider. در قسمت انتهای برنامه برای شما عزیزان گزارش تصویری در نظر گرفتیم که از افغانستان در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان برای ما ارسال شده که توجه کنید به اون. ضمناً تاکید میکنم توجه داشته باشید به دلیل برخی از صحنه هایی که ناگوار هست در این گزارش تصویری، لطف کنید و جوانان زیر 18 سال رو از دیدن این فیلم گزارش تصویری برحضر دارید. سپاسگزارم. در مشهورترین فرهنگ لغت فارسی وقتی به دنبال مفهوم واژه زن می‌گردید به تعریفی اینچنینی برمی‌خورید. به استناد این فرهنگ لغت معتبر، زن به معنای نوعی از بشر است، اما خارج از دایره فرهنگ لغت چقدر باور عملی به مساوات بشری در قبال زنان وجود دارد؟ طبعا میزان باور به مساوات حقوق زن و مرد در جوامع مختلف متفاوت است. در برخی جوامع که زیر ساختهای اجتماعی و فرهنگی آن تحت شعاع مسائلی چون جنگ قرار گرفته است، نه تنها باوری لفظی به نام مساوات بین زن و مرد وجود ندارد، بلکه همواره خشونت علیه زنان موج میزند. یکی از سرزمین هایی که صدای زنگ خطرش در قبال زنان هیچگاه خاموش نشده است، افغانستان است. بله یقینا میزان خشونت علیه زنان در افغانستان نسبت به معیارهای جهانی زنگ خطر را به صدا در آورده. در این گزارش نگاهی خواهم انداخت به چیستی، چرایی، چگونگی و میزان خشونت علیه نوعی از بشر که به تعریف لغوی زن نام گرفته است، ولی در افغانستان و در واقعیت عینی از کمترین حقوق بشریش نتوانسته برخوردار باشد. برای انداختن نگاهی اجمالی به چیستی واژگانی خشونت، اگر به فرهنگ لغت فارسی برگردیم، خشونت زبری و درشتی تعریف شده است. این سرزمین از 40 سال بدین سو بذری به نام جنگ را آنقدر در خود پرورانده
که درشتی زبری یا همان به اصطلاح خشونت تنها یکی از میوه های این باغ آفت زده است. حضر جنگ با چاشنی افراطیت بین سالهای 1994 تا 2001 به توموری سرطانی مبدل شد. آنقدر درشتی در آن رشد کرد که در معصومانه ترین حالت نگاه انداختن یا رو در رو شدن یک مرد با یک زن بدون گفتن استغفرالله تقریبا غیر ممکن بود. اگر به صورت گزینشی و عمده ترین موارد خشونت علیه زنان طی سالهای اخیر در افغانستان اشاره کنیم، خشونت علیه فرخنده در کابل، رخشانه در غور و ستاره در هرات از تکانده ترین موارد در کشور است که همه نشانه های از این بذر متعفن 40 ساله است. دلایل این همه درشتی آن هم در این سطح و بدین شکل را از یک جامعه شناس سوال کردم. وارد شدن فرهنگ جهانی از نگاه تغییرات قوانین و ارزش‌های جامعه در موارد به اساس متأثر از فرهنگ جهانی و خواسته‌های جهانی و آگاه شدن زنان از این حقوق و از این ارزش‌ها و از این مزایا، تقاضاهای از اونها، انتظارات از اونها، توقعات از اونها، از زندگی به گونه عموم و از رابطه با مردان، پدر و برادر و همسر و شوهر و اینها به گونه خاص تفاوت کرده و توقعات بالا رفته، اما مردان این را قبول ندارن یا فرهنگ حاکم جامعه را قبول نداره، در این صورت هست که واکنش نشان میده و در مورد این واکنش خونین هست و دست به خشونت، زدلت و کوب و مثله کردن و حتی سربریدن و کشتن و چیزها می انجامه که متاسفانه و چیزی که ما امروز شاهده شدیم، چه در داخل خانواده به عنوان خشونت های خانوادگی یا در بیرون و جامعه به عنوان خشونت های علیه زنان تلقی میشه. از چرایی و چیستی خشونت علیه زنان که بگذاریم، به میزان این همه درشتی خواهیم رسید. در این گزارش حوزه غرب افغانستان را مد نظر گرفتیم تا وزن این همه درشتی را در این حوزه از کشور سبک و سنگین کنیم. عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در غرب کشور از آماری تکان دهنده از این گوشه افغانستان خبر می‌دهد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دفتر صحابی هرات همواره قضایایی که خشونت علیه زن هست و به کمیسیون ارجاع شده و ثبت میکنه که ما در طول یک سال بیش از 300 قضیه، یعنی 300 و چند قضیه به دفتر صحابی هرات به عنوان خشونت علیه زن ثبت شده که مربوط به ولایت هرات بوده. بله، تنها در هرات به عنوان شهر علم و فرهنگ و با تمدنی چند هزار ساله در طول سال جاری 300 مورد خشونت علیه زنان روی داده است. جالب اینجاست که ریاست امور زنان هرات نیز آماری مختص به خود را دارد. در سال 1395 حدوداً 542 قضیه به ثبت رسیده و در سال 1396 یعنی در 9 ماه 551 قضیه به ثبت رسیده. یعنی سه ماه اخیر هم که اگر خواسته باشه مینارم زم از اینا کنیم، متاسفانه ما شاید یک آمار افزایش آمار هستیم. اگر چشم بر روی یک بام و دو هوا بودن این آمار هم ببندیم، نمیتوان به همین سادگی از راحت به زبان آوردن آمار خشونت توسط مسئول اداره‌ای که منادی حقوق زنان این ولایت است گذشت. به زبان ساده تر سوال اینجاست که چرا با موجودیت این اداره کماکان خشونت علیه زنان پابرجاست و حتی در مواردی نسبت به گذشته رشد نیز داشته است؟ خب یکی از عمده ترین مشکلاتی که ریاست امور زنان داره کمبود یا بهتر بگیم که نبود بودجه هست، به خصوص در قسمت ظرفیت سازی، آگاهی دهی یا توانمندسازی خانم ها. یعنی تا یک کمک، یک نهاد یا یک مؤسسه بین المللی نباشه، خود ریاست امور زنان همچین بودجه نداره که خواسته باشه اختصاص بده، یا اگه داشته باشه خیلی کمه، یعنی جوابگوی نیازهای جامعه ما نیست. فعالین حقوق زن در هرات نیز در قبال این مسئله نگاه‌های متفاوت و دیدگاه‌های مختص به خود را دارند و هر یک از عینک نگاه خود به چیستی و چرایی این درشتی و زبری در قبال زنان هرات می‌پردازند.
ما میبینیم که در زون غرب خشونت ها رو داشتیم که مثلا برادر خواهر خود به قتل رسانده، شوهر خانم خود به قتل رسانده و مثلا توسط مرگ موش و یا خودسوزی ها بوده. اینا همه برمیگرده به مشکلات کم امو پایین بودن سطح آگاهی فامیل ها، به خصوص سطح آگاهی مردها باید در این قسمت بلند بره تا که آمار خشونت ها پایین بیاره. فقر اقتصادی، بیکاری، اینا همه دست به دست هم داده و امو عامل اصلی همین به بار آمدن خشونت ها در بین فامیل ها شده. تقریبا خشونت ها در ابعاد مختلف نسبت به گذشته زمان رنگ عوض میکنه و تغییر موقعیت و تغییر موضوع میده. فعلا در بحث خشونت بیشتر ما در روزهای اخیر بحث طلاق که خیلی داغ شده او رو بالا داریم که باز هم ناشی از خشونت ها و از عدم رسیدگی مسائل حقوقی خانواده میشه و شاید هم از بعضی از نابسامانی هایی که در اجتماع به وجود آمد از اونا بشه. سوال دیگری که ذهن آدمی را درگیر خود میکند این است که با وجود همه زنگ خطرهایی که در طول حداقل 1.5 دهه اخیر به صدا در آمده و به تبع آن کمک های جهانی که به دنبال داشته، چرا به آن اندازه که باید و شاید از بزرگترین سوهان روح و روان زنان که چیزی نیست جز خشونت کاسته نشده؟ چرا؟ نگاه کنیم بیشتر کمیته ها فقط توجیهی برای جامعه بین المللی وجود داشته باشه که ما یک سری فعالیت ها رو نسبت به تعهدات خود خو نسبت به کنوانسیون سیدا انجام دادیم یا نسبت به قدنامه 1325 شورای امنیت، به خاطر که راپور خور به سازمان ملل متحد به عنوان یک دولت که متحد به این پیمان هست بده، این فعالیت های سمبولیک انجام داد. من فکر میکنم متاسفانه در افغانستان هنوز بحث مکلفیت ها به درستی تعریف نشده. از این خاطر هر کس که در یک جای موقف بلندتر یا قدرت قرار میگیره کوشش میکنه زیر مجموعه خود تحت فشار و خشونت قرار بده. از این خاطر هم که زن به عنوان یک قشر محروم همیشه در افغانستان حضور داشته، متاسفانه نگاه نسبت به زنان تغییرآمیز بوده و مسلماً این دید باعث به وجود آمدن خشونت شده. یعنی در افغانستان خشونت یک چیز ریشه داره. اما این تنها هرات نیست که گواه رشد این پدیده در خود است، بلکه به گفته رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه غرب در ولایات فراه، نیمروز، غور و بادغیس نیز به طور مجموعی 400 مورد خشونت علیه زنان در طول سال جاری به ثبت رسیده است. اما اگر از حوزه که مربوط به 4 ولایت هست که ولایت هرات، بادغیس، غور و فرار و نیمروز در نظر در بر میگیره، این 5 ولایت غربی افغانستان در بر میگیره، جمعاً حدود 700 قضیه نقض حقوق بشری کمیسیون ثبت کرده. بر اساس آمار ارائه شده به طور کلی حداقل 700 مورد خشونت در طول سال جاری در ولایات حوزه غرب کشور روی داده است، آماری که احتمالاً با نشر آن از طریق رسانه‌ها یک بار دیگر زنگ خطرها به صدا در خواهد آمد و واکنش‌های ملی و بین‌المللی را به دنبال خواهد داشت. اما سوال اساسی این است که آیا این درشتی و زبری در قبال زنان که دقایق طولانی از آن حرف زدیم و دیدگاه‌های بسیاری را شنیدیم از ذهن مردان این سرزمین پاک خواهد شد یا خیر؟ و روزی خواهد رسید که به جای نشر این آمار ساده و راحت بگوییم روز جهانی زن مبارک.